سلام، امروز ما میخواییم به طور زنده روال آنژیوگرافی و احتمالا آنژیوپلاستی رو نشون بدیم به طریقی که طریق مدرنیست رو آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی از طریق دست هست. بیمار بیهوش نیست، کاملا با ما ارتباط برقرار میکنه و بعد از پروسیجر هم به راحتی چون از دست انجام میشه به راحتی میتونه از تخت بیاد پایین و محدودیت فعالیت نداشته باشه. من برای جلوگیری از اتاری کلام پروسیجر رو شروع میکنم. از اول پروسیجر تا آخرش رو شما خواهید دید و من اول دستتون رو بیحس میکنم، یه سوزن کوچولو میزنم که دست بیحس بشه. برای بیحسی هست در واقع بعد از بیهسی دیگه بیمار چیزی رو حس نخواهد کرد. بیهسی خیلی کوچیک. الان چیزی رو حس نمی کنید که نه؟ خب خوبه، یعنی که دست بی حس شدیم. اینطور که می بینید بیمار هم چیزی رو حس نمی کنه و ما کارمون رو آغاز می کنیم. چند تنگی نفس بلند، خوبه، نفس راحت، نفس بلند، خوبه، تموشو، رگ رو گرفتیم. حالا بعدا خواهید دید که محلی که ما ازش وارد رگ میشیم مثل نیشه یه پشت هست، نگار مریضی آزمایش خونه کوچولو انجام بود. خب بریم. در واقع ما با یه کاتتر که همین لوله باریک هست با این کاتتر وارد رگ میشیم، از راه رگ دست وارد رگ قلب میشیم. و بعد رگای قلب رو مشاهده میکنیم با تزریق ماده خاجه. یکم تپش قلب طبیعیه، نگران نباشید. ما مریض کاملا در ارتباط هستیم و الان وارد رگ راست قلب شدم. به همین راحتی فیلم برداریمو انجام میدم. تصویر رو عوض میکنم، از یه زاویه دیگه رگ راست قلب رو میبینم. رگ راست قلبشون خوشبختانه کاملا نرماله. این هم سراغ سیستم چپ. دو تا سیستم خونرسانی در قلب وجود داره، سیستم راست و سیستم چپ. معمولا سیستم چپ مهمتره چون قسمت اعظم قلب رو سیستم چپ خونرسانی میکنه. خب الان وارد سیستم چپ شده که همین راحتی تزریقات هم انجام میدم. در زوایای مختلف تزریقم انجام میدم چون میخوام از ابعاد مختلف ببینم آیا تنگی در رگ دیده میشه یا نه. این بیمار توی سی تی آنژیوش تنگیای مهمی رو گزارش کرده بودن که تا الان خوشبختانه من تنگی مهمی ندیدم. آنژیوگرافی همیشه مریضا میپرسن، مریضایی که اسکن شدن، تست ورزش شدن، مشکل نشون داده. اینجا ما میبینیم که آنژیو چیز مهمی نداره. ما همیشه بیماره میگیم اینجا ایستگاه آخره. وقتی که خوبه یعنی همه چی خوبه، یعنی دیگه جواب سی تی آنژیو اسکن اینا هیچ اهمیتی نداره چون اینجا من همه رگ رو خودم دارم میبینم. واقعا در مورد این مریض
با گزارش سیتی آنژیو من انتظار داشتم که حتما تنگی شدیدی ببینم که خوشبختانه نمیبینم. تصویر آخرم هم بگیرم و با کمال تعجب هیچ تنگی من نمیبینم و بیمار خوششانس ما خوشبختانه نیاز به هیچ درمانی نداره. خب وایر کار ما تموم شد. من فکر میکنم در مجموع شاید 5 دقیقه ما آره مشغول بودیم، یه کار بزرگ به همین سرعت انجام شد. چطورید؟ خوبید؟ همه چی خوب؟ خبرهای خوش هم شنیدید که؟ کار ما تموم شد. شما 2-3 ساعت دیگه مرخص بود و به زندگی نرمالتون بخشید گشت و خوشبختانه نیازی به اقدام درمانی اضافی نخواهید. شفته بعد هم میگه خب حالا محل آنژیو رو الان خواهید دید که ما میبندیم. به جای کیسه شنی که روپا میذارن و مریض نمیدونم 6-7 ساعت باید تکون نخوره و سر جاش باشه و کمر درد و امثال هم رو تحمل بکنه، به خوبی باز پروسیجر ما از طریق رادیولوژی که بسیار تمیزه. شما میبینید ما یک قطره خون هم اینجا نمیذاریم بمونه، فقط یه واقعا یه جایی مثل نیش پش هست. تنها یادگار ما برای بیمار از آنژیوگرافی همین نیش پشه ایست که اینجا میبینید. این به جای کیسه شن و فشار و نمیدونم این داستان هاست. خب یه نفس بلند بکشید لطفا. بلند خوبه تمام. باز تمیز میکنید و این تمام پروسیجر وحشتناک آنژیوگرافی که اینقدر بیمار رو ازش میترسن همینه. دستمون گرید بالا لطفا. همین تموم شد و رفت و بیمار همین الان از تخمیات پایین به زندگی نرمالش برمیگرده و 2-3 ساعت دیگه هم بیمار مرخصه به خونش. خب همطور که میبینید آنژیوگرافی تموم شده، بیمار کنار تخت نشسته. نیازی نیست کیسه شن بذاریم، نیازی نیست مریض استراحت مطلق باشه، نیازی نیست حتی برانکارد بیاد. خوبید؟ بله. خب آهسته بیاد یکم وایسی. همه چی خوبه؟ بله. میرن بخش 2 ساعت دیگه هم مرخصن. این پروسیجر وحشتناک آنژیوگرافی که شنیدید همین. ممنون آقای دکتر. خیلی ممنونم. مرسی. خدا مرسی. متشکرم.